سرگزاره به دنیا اومدم. پدر منم مسلمان خیلی سخت و سخت بود، از اونایی بود که روزه، نماز، بچه اذیت نکنه. روزه و نمازش ترک نمیشد. مادرم همینطور، واقعا مسلمان های خیلی سخت و سختی بودن. ولی از اونجایی که پدر و مادر من هم مثل من توی سرزمینی بزرگ شده بودن که خالی از عشق و ایمان بود، همون خلط خونه ما هم بود. من پنجمین پسر خانواده بودم و اینجوری که بعدا متوجه شدم که همه ایرانی ها تداول داره، پدر و مادرم هی عشق دختر دار شدن رو داشتن که هی برعکس پسر میشد، که بعد از پنجمین پسر من، بعد از چهارمین پسر پنجمین پسر من بودم. من فکر میکنم اونجا وقتی پدرم تو بیمارستان اومد و خبر، فکر نمیکنم، حس میکنم وقتی خبر به دنیا آمدن من رو شنید که من پسرم، از روی وظیفه من رو در آغوش گرفت، نه از روی عشق. این اتفاق برای من افتاد تا 13-14 سالگی تو بی عشقی، بی محبتی زندگی کردم. 13-14 سالگی بود که با پدر زمینی خداحافظی کردم و وارد خیابون و کوچه بازار شدم. اونجا بود که دنبال عشق خیلی گشتم، سراغ رفیقام رفتم، اونجا یکیشون هست از کودکی با من میتونه شهادت بده، تو رفیقا، توی خیلی جاها، توی مکانهای مختلف که میتونست من رو ارضا کنه رفتم، ولی اون عشق رو نگرفتم. تا اینکه با اولین پک به سیگار و اولین پک مشروب تمام لذتهایی رو که از خانوادم نگرفته بودم از اینا گرفتم و چه پاسخ قویی به من داد و چقدر اون دردهای من رو تسکین داد. ولی بعد از حدود 10 سال یا 15 سال طول کشید تا تمام اون اتفاقاتی که برای من انداخته بود، یعنی اون وامایی که به من داده بود، خیلی سنگین از من پس گرفت و شد قوز بالا قوز. ما ایرانی ها میگیم قوز بالا قوز. بعد حالا شما هم که ایرانی هستیم و هر مثل خود من، بعد اینجا شد که من تصمیم به این گرفتم که یه جوری خودم رو از این وابستگی رها بدم. به طریقهای مختلفی تصمیم به قطع مصرف و جدایی از این مواد مهلک شدم. امامزاده های زیادی رفتم، مادرم فکر کنم یه گله گوسفند 400 تایی به این ائمه عطا بده کاره و هنوزم نتونسته بپردازه، چون وضع مالی خوبی نداشتیم. ما هم پدرم کارگر ساده ای بود. بعد از این همه نظر و نیازها امامزاده ها، من دیگه آخرین سالهای اعتیادم تو سال 80 بود که ناامید و خسته شبان پشتبون خونمون دعا میکردم و از خدا یه چیزا میخواستم. میگفتم خدایا تو هر کی هستی، هر چی هستی، من خسته شدم و فقط یه چیزی ازت میخوام، ازت میخوام خورشید صبحو دیگه نبینم. دو بار تصمیم خودکشی گرفتم، خودکشی کردم، ولی خودکشی من با شهامت انجام نشد، نیمه کاره تموم شد. بنابراین ولی باید گریه کنیم، البته خنده داره، ولی من اگر الان دارم این تعریف رو میکنم، وقتی تو اون شرایط بودم واقعا مرد رو میخواستم، دیگه نمیخواستم خوشی رو ببینم. اونجا بود که خداوند ما که اینو امروز به این درک رسیدم، اون زمان سال 82 نمیدونستم، خداوند ما عیسی مسیح تو انجیلش که باز من از طریق این برنامه حقجویان باش آشنا شدم، دیدم که به 12 شایدش میگه برید در بومها و به زبانهای مختلف پیام منو بگید، پیام اسارت رو ببین و به طریق من از اسارت رها پیدا کنم. من اون موقع نمیدونستم، وارد یه مجموعه شدم، وارد یه حلقه از دوستان شدم که به نام انهی بود. اونجا من تونستم قطع وابستگی مواد مخدر رو بکنم، ولی 3 سال بعدش من زندگی خوبی داشتم، فیزیک خوبی داشتم، خیلی چیزا اوکی شده بود، اقتصادی، نمیدونم، اجتماعی، همه اون چیزهایی رو که تو اعتیادم از دست داده بودم. من شبای آخر اعتیادم تو خیابون میخوابیدم متاسفانه، ولی فکر میکنم که اون باعث شد که من، اون خیابونه باعث شد که امروز من اینجا باشم و در کنار مسیح باشم. اونجا بود که من بعد از 3 سال از دوری از مواد مخدر دیدم هنوز جسم من خوب شده، روح روان من خوب شده، ولی قسمت اصلی که همون قسمتی بود که تو کودکی خلل داشت هنوز سر جاشه. دوباره توی یه امامزاده‌ای بودم تو کاشان به نام آقا علی عباس. اونجا بود که دوباره همون تصمیمی رو که 3 سال قبلش قبل از اینکه ترک کنم گرفته بودم دوباره داشتم میگرفتم که دوباره خودکشی کنم، که یکی از دوستانم اونجا به من گفت رسیدیم تهران، یه جا میبرمت،
که وقتی رسیدیم تهران منو بود مدیر فلسطین کلیسای ربانی، جماعت ربانی. اونجا بود که جرقه زندگی، جرقه دوباره امید زندگی برای من دوباره تازگی پیدا کرد. من اونجا زانو زده بودم، گوشه کلیسای گوشه داشتم، گوشه بودم و سرم رو گذاشته بودم رو صندلی و زار زار گریه می‌کردم و احساس کردم که اون چیزی رو که من میخوام پیداش کردم و این نیمه کاره بود. سه سال من میخوام خلاصه بگم، من سه سال تا چهار سال طول کشید مسیر رو بیام. زندگی من با مسیح، آشنایت من از اونجا شروع شد. من فهمیدم که حتی اون اینه هم که من رفته بودم از مسیح اومده بود، از کلیسا اومده بود. چون ما یه جلساتی داشتیم مثل جلسات خونگی مسیحی ها، جلساتی داشتیم مثل جلسات شما اینجا. بعد من میدم مسیح واقعا چقدر مهربون و بزرگه که میاد توی دولاب تهران به زبان لاتی با من صحبت میکنه. من نه تحصیل کردم، من تا اول راهنمایی خوندم، اگه خانواده فقیرم و به تمام اینا افتخار میکنم و هیچ جای شکوه و ناراحتی ندارم چون با مسیح آشنا شدم. یعنی این قدرت رو مسیح خداوند به من داده که هر جوری که هستی خوب هستی، مهم اینه تو با من باشی. من یه گذشتم هم باز بگم، من وقتی که وارد زندگی شدم بعد از ترکم میگم تو خیابون میخوابیدم و همه یه داشته ها ما از دست دادم با ورشکستگی کامل اقتصادی، اجتماعی، نمیدونم اعتبار، تمام عاطفی، همه اینا رو از دست داده بودم. ولی یکی یکی به من داده شد از طریق خداوندمون. منی که کفشامو داده بودم، مواد مخدر گرفته بودم، یا دیدم خودم رو تو هواپیما تو راه کوانجیو و دارم تجارت میکنم و در رتبه های خوب سنفمون قرار گرفتم. ولی با تمام این داشته هایی که از لحاظ اجتماعی پیدا کرده بودم، از خداوند خواستم که خدایا تو مسیر منو انتخاب کن. من دنبال اینا نیستم. من به زبان خودمون عشق و حالای زیادی کردم. هر چی که به فکرمون برسه، از اون کوچیکش تا اون بزرگش، داخل ایران، خارج از ایران، در حد خودم، نه در حد عالم، چون دست بالا دست زیاده، ولی در حد و اندازه خودم تمام راه‌ها رو رفتم. فقط یه راه مونده، اونم راه خداونده، که اومدم اینجا از شما خواهش کنم کمکم کنید این مسیر سخت رو برم و کمک کنید که من اشتیاقم چندین برابر باشه که بتونم دعوت خداوند و عیسی مسیح رو قلبا و با اعتماد زیاد اونو دعوت کنم، نه فقط با کلامم. از این بله مسیح میتونی همینطور بگی که چه تغییراتی در زندگی شما بعد از اینکه ایمان آوردین افتاد؟ چه چیزایی دریافت کردین؟ من معجزاتی که برام اتفاق افتاد در لحاظ فیزیکی خیلی تغییر کردم، در لحاظ اجتماعی تغییر کردم، ولی بزرگترین به نظر من، از نگاه من، بزرگترین اتفاق روحانی که برای من افتاد، خلأ من پر شد. تا حدودی من با مردم خیلی بد بودم، بدبین بودم، نمیدونم، همه رو قضاوت میکردم. امروز سعی میکنم از طریق خداوندمون به مردم محبت کنم، سعی میکنم که کینه کمتری رو به دل بگیرم، سعی میکنم آدم ها رو همونجوری که هستن دوستشون داشته باشم، برام فرقی نکنه که اون کیه، کجاییه، چه رنگیه. من تو خواهیم زندگی میکنم، من یک آزول تازه وارد هستم، ولی برای مهم نیست. سر میز افغانی ها میرم، سیاپوستا میرم، بچه ها به من میگم، یا سر میز ایرانی ها میگم، خود اینم یک وابستگیه. اینم من قدرت خداونده که میگه هر کسی رو هر جوری که هست دوستش داشته باش و این تغییر رو مدیون خداوندم. و اتفاق خیلی جالبی که برای من افتاد، میخوام اینجا حالا باز از برادران تقدیر و تشکر کنم. من وقتی که توبه و بازگشت رو برام، دعای توبه رو برای پدر، یعنی برادر آلبرت برام خون و خواهر کلاله بودن اونجا، واقعا اینو از قلبم میگم، من هیچ مجلسی، هیچ مواد مخدری، هیچ ثروتی اون نشگی رو که تو کلیسای هان به من داد نره. Thank you.
تو بگید که به چه دلیلی میخوای تعمید بگیری و تعمید برای تو چه معنی داره؟ من به این دلیل اومدم که یک تجربه روحانی بزرگتری رو تجسم کنم و با مسیح دوباره بمیرم. من خیلی دوست دارم که با مسیح بمیرم و با مسیح قیام کنم و در مسیح اجازه بدم که اون من به خواهر کلاله گفتم این فرمان زندگی رو بدم دستمون، چون همش تو در رفتم 27-8 سال تو در و دیوار و بشکه و باقالی ها من بودم، ماشین من. امروز میخوام این فرمان رو بعد از تعمیدم به دستمون بدم، البته به کمک اینجا. آمین.